سلام رفقا خیلی مخلصیم خوش اومدید به ویدیو جدید همونجوری که می‌بینید اومدیم با یه دونه ویدیو جدید دیگه که قرار بریم بتر کنیم و همونجوری که دیدید کاپمون 2693 است و 43 گلوبال هم هستیم با همچین کاپی و با دیگه لاوا فریز با یه دونه اولوشن همونجوری که دیدید زدیم بریم سراغ بتلا اگر ویدیو خوشتون اومد هم اول بگم لایک ساب کامنت فراموش نشه اون لایک پایینو بزنید یه دونه ساب بکنید و اون زنگوله سمت راستم رو بزنید که من ویدیو میذارم واسه تون بیاد واسه دوستاتون هم بفرستید اگر دوست داشتید دوباره تکرار میکنم خب شرمنده که این ویدیو اینجوریه دیگه حالا من توضیح کامل بهتون میدم یه دون لاوا از سمت چپ دیدید که میندازیم و باید سب کنیم این قسمت نباید عجله بکنیم که هم اینفرنو تو دست اون هم تیر هم بربر هم فریز و از جلو یه دونه اینفرنو رو میریم یه جوری میندازیم که اگر لایتینگ بخواد بزنه نگیره بهش و هم دستمون هم آزاد باشه هر کارت دیگه که بخوایم بندازیم با فاصله یه دونه اسکلت دراگ میندازیم که لایتینگ اگر بزنه یا به تاور بگیره با اسکلت دراگ یا به اینفرنو اسکلت دراگا به همش نگیره یه بربرم انداختیم روی دارک بین که راحت دفاع کنیم و اینجا بومبر مینداز و به خاطری که تیر مثلا دیر میره تیر رو نمیزنیم رو بمبر ولی یه دونه فریز زدم که بیبی بی کمتر بهمون دمیج بده ما بتونیم حداقل یه کمی به تاور دمیج بدیم اینجا سب میکنیم تقریبا اکسیرامون برابر یه جورایی حالا یه دونه اکسیر کمتر تا حدودی سب میکنیم پر بشه و اگر کارتین اندازه لاوا رو میتونیم بندازیم شما هیچ وقت نباید عجله بکنید اینم بهتون بگم یه دون لاوا رو سری سمت چپ میریم خوشبختانه گل من میندازه اونا یعنی خوشبختانه که نمیخواست چیز کنه همزمان بندازیم و اون از راست بره من از شب که بتونیم تاور رید کنیم یه دونه بالون یا اینجوری میندازیم که تورنیدو نتونه بکشه روی تاور اصلی همیشه اینا رو دقت داشته باشید بالون سمت چپ لاوا باشه تورنیدو عریف بکشه نمیره روی تاور اصلی کینگ تاور اینجا یه دونه اسکل دراگ انداختیم متاسفانه یکیش رفت سمت چپ ولی یکیش موند و بعد رو زد بدسای نایت ویچ رو زد خیلی هم خوب هم یه دون تاور دادیم هم یه دون تاور گرفتیم تا اینجا بازی خیلی خوبه پیشرفته اینجا سب میکنیم هیچ عجله دقت داشته نداریم گوبلین هم توی دست اون هست ولی ما با این شرایط بازم سعی میکنیم که آروم تر پله بدیم یه دونه این فنودراگ و سمت چپ بنداختیم واسه محکم کاری که اگر چیزی از جلو بندازه الان یه دون لاوا هم سمت راست رفتیم و کارت خاصی توی دست اون نیست سری بالون میندازیم یه جوری که بره به سمت راست لاوا اینجا به خاطری که بمب انداخ یه جوری هم میزنیم که به بدساش بگیره سریع یه دونه فیریز دارک پرینس میره بیرون از فیریز و غیر هم خوب یه دونه اسکل دراگ واسه یه که هم دارک پرینسش بزنه هم هم بدسا رو بزنه هم خوب یه دونه تاور گرفتیم یه دونه تاورم هم داریم تو اینجا کار خیلی خوب پیش رفته اینجا باید سب بکنیم یه دونه گوبلین رو میندازیم و دوباره هی داره اسپم میکنه و بیبی دراگ میندازه ما با یه دونه تیر تقریبا هم جون بیبی دراگو کم میکنیم هم هم بمب رو میزنیم یه دونه بر بر اونجا یه دونه اسکل دراگ هم روی دارک پرینس میزنیم و به راحتی جمع میشه البته خیلی بهمون موندم میتونیم میشه گفت صد تا تا با با هم دیگه ولی ما الان بهترین موقع است که بخوایم حمله کنیم چون حریف نه حمله ای کرده نه چیزی و ما اسکلت دراگمون هم توی زمینشه سریع با فاصله خیلی زیاد بالانو میندازیم که یه موقع میخواد بندازه نندازه همون سمتی که ما بالانو میندازیم خیلی هم خوب عجله نداریم واسه فریز زدن سب میکنیم تا بدساش رو بندازه الان یه دونه فریز میکنیم و به همین راحتی بکنم جیجی جی باشه و تمام جیجی جی. یعنی اینجوری باید کار عریف رو تمام کنیم بگی برو خونه دیگه نبینم نبی تیم نبی ورا. اگر شما بخواید شل پلی بدید اصلا کارتون نمیشه خوردیم به پاترون هم و جو که میبینید با دیگه آر جی هم هست باید شما باشه که به از بربرتون و این خیلی خوب دفاع کنید ما سری یه دونه بالا نمیریم سمت چپ و اون هم لیدر پرنس میندازه اگر دقت کنید هیچ عجله ندارم واسه کارت انداختن نه از نه از هیچ جوری سب میکنیم یه دونه این فرن. از جلو جلو میندازیم ابیلیتی میزنه ما بربر میریم سمت چپ و یکم سب میکنیم نزدیک تاورش و گوبلینو رو میندازیم سمت راست روی رویال گوست دقت داشته باشید هیچ عجله ما نداریم تقریبا اکسیرامون یکی داره من یه دونه جلو هستم و اسکلت میناز و اکسیر دو تا از ما عقب میفته یک اینجا بنفمونه اینجا حالا سب میکنیم که ببینیم چی میندازه بله رویال جاینت رو میندازه سری ما یه دونه اسکلت دراگ با یه دونه فریز میزنیم فریز هم یکم با تخین میزنیم که اگر میخواد کارتی بندازه پشت سرش خب تیرم میزنه لازم نیست الان ما کارتی بندازیم چون اگر کارتی بندازیم راحت دفاع میکنه و تا ورشم کنونه رو دیگه خودتون میدونید خیلی دمیج میده یعنی بالون تک بندازید بالونو نابود میکنه یه دونه این فنا رو میندازیم واسه رویال گستشون کارت کارت دیگه نداشیم و سعی میکنیم بربر اون نگه داریم واسه یه رویال جاینتش چون فایر نداره اینجا سب میکنیم ببینیم میرسه به تاور یا نه بله نمیذاره فیشرمن میندازه ما میتونیم الان لاوا رو از سمت مخالف بریم از همون سمت نمیریم چون شاید حمله بخواد بکنه خب وضعیت خیلی جور میشه خوشبختانه الانم رویال جاینت توی دستش نیست منم بربر آماده گذاشتم واسه رویال جاینتش یه سب میکنیم سری یه دونه بالون میریم سمت چپ میذاریم یکم بیا جلوتر که بمبر بیا بیاد جلوتر اینجوری بربر میندازیم که هم بمبر بزنه هم آرژیو بزنه و خوشبختانه آرژی تا برانو نمیگیره لیده پرینسش رو میس میده میخواست یه جوری بندازه که به بالون بگیره ولی به بالون نگرف خوشبختانه به نفع ما بود و رفت سمت راست اینجا یه دونه اسکل دراگو میندازیم که ما حالا چون به آخرش رسید فایری چیزی هم نداره تا جایی که بشه سعی میکنیم دفاع کنیم و بعدش حمله کنیم خیلی هم خوب به راحتی رویال گستش میشه با یه دونه گوبلین و اینجا سری الان ما این فرنو چون تو زمینش هست لابا رو میریم از سمت راست اینجا رو دقت داشته باشید رو ما از سمت راست, راست رفتیم بعد دستم رو بربر هست یا که اگر کارتی بخواد بندازه یعنی گوبلین ج... رویا جانتی چیزی بندازه بربرا رو میندازیم و متاسفانه بمبر نمیزنتش و سریع یه دونه گوبلین هم وسط که تا و لیدر پرنس نگیرن به بالون چون اگر بگیرن ما تاورش رو نمیتونستیم بگیریم خوشبختانه تمام یه دونه این فینام وسط انداختم واسه محکمگاری که اگر آرژی چیزی بندازه و به همین را تونستیم بازی رو ببریم اون گوبلینی که انداختم خیلی تاثیر گذار بود چون که اگر نمینداختم تا اصلی و لیدر برینز گیر میکردن به بالون و شاید نمیتونستیم تاورش بگیریم و کارمون علکی سخت میکردیم خودمون واسه بعضی وقتا واسه یکی دو تا اکسیر شما بندازید بره خب اونجا که بینید بومبه انداخته کشم گالم پامپه که این سیزن یه جورایی جواب تره و لاوار رفتیم سمت چپ نایت میندازه سری یه دونو گوبلین میندازیم هیچ عجله نداریم واسه که حمله کنیم و اینا ولی ما لوا اصلا چپ رفتیم یه دونه بالون هم میندازیم یه جوری میندازیم که تورنیدو میخواد بکشه نتونه بکشه که به روی تاور رسی بره سمت چپ لاوا اونم الکترود راگ میندازه و شما باید حواستون رو خیلی جمع کنید جلو این دک چون خیلی دکه زدیه میشه گفت یکی از بدترین دکاس واسه لاوا موقعی که میفته چون خوایش الکترود خب خیلی سخته حالا اگر مثلا لاوا کلاسیک باشید میشه زدش یه جورایی شاید راحت تر بشه زدش ولی با لاوا فریز خیلی سخته چون فایری ندارید فقط یه دونه تیره و کلا خیلی سخته خیلی هم خوب به سمت چپ لامبر انداخت و دفاع کردیم دقت داشته باشید من اکسیر کمتر میذارم توی دستم خالی بشه تا جایی که بشه اکسیر رو نگه میداریم یه دونه این فنا رو انداختیم از سمت تاور و که اگر بخواد کارتی بندازه سب میکنیم و هیچ عجله نداریم یه جور لاوا رو میندازیم که اگر تو هم دام بکشه نگیره بش بله خیلی هم خوب الان به نفع یه دونه گوبلین انداختیم روی نایت که نایتو بزنه الکترو هم میمیره همین راحتی حالا درسته دمیج خوردیم ولی تاورمون نرف همین خیلی چیز مصبتیه پان. مصبتیه واسه همون که تاورمون نرف چون حریف مجبور از سمت راست حمله کنه و بالاخره اکسیر چدن میره به جای که سمت چپ حمله کنه ما هم نمیذاریم تاورمون رو بگیره بربر بر میندازیم بمبر میندازه با حواسمون اینجا جمع کنیم یه دونه فریز سری میزنیم که بمبرش بمیره و شاید بتونیم یکم دمیج به تاورش بدیم که متاسفانه نایت زد و تورنیدو زد و به درد نخورد ما بازم به جای که الان شاید خیلیاتون بودید لابا مینداختید ولی نه این رو میندازیم روی نایت با فاصله زیاد گوبلین میندازیم یه دونه تیرم میزنیم گوبلینی که انداختم دقت داشته باشید شما باید اینجوری بندازید که حریف چون بمبر داره نگیره خیلی وقتا یا میندازن دم پل یا میندازن وسط پل همون وسط زمین شما باید همه اینا رو دقت داشته باشید اینجا سب میکنیم به خاطری که پیش بینی نکنه یه دونه بالا از وسط میریم شاید فکر میکرد مثلا از پشت لاوا بندازم ولی نه چون گلم دیگه میزنه یعنی هر کاریش هم کنی میزنه شما باید برین واسه تاور دیگش یه دونه گوبلین دوباره عوضت میندازیم که تاور دوباره نگیره به بالون و تمام جی جی شما دقت داشته باشید دیگه بعضی وقتا لازمه ول کنید و حمله کنید همیشه هم نباید دفاع باشه یعنی شما باید نسبت به اون بازی بسنجید که چه کار کنید بهتره بریم سراغ بتل بعدی همونجوری که می‌بینید خوردیم به استیف و ببینیم که دیگه جم دریل خیلی زده با که هوایی زیادی ندارم و کنونه رو پویزن با تزا کار رو در میاره و کلن کارمون خیلی سخت میشه خب بریم این فایر اسپیریت رو فیل میکنیم که بخور به تابر حالا مهم نیست یک کم هم, هم دمیج بده هیچ مهم نیست چه سک کارت اینجا سب میکنیم دو تا اون اکسی لیک میدیم به خاطر که اگر من یه دونه کارتش رو بندازم بالا پایین بدنزم شاید همون مجبورش هم یعنی بوازم و اینجا دریل میندازه یه دونه اسکلت دراگ میریم تا بزنتش اینجا خیلی هم خوب دیریل راحت دفاع شد و بومبرش هم دفاع شد یه دون لاوا ما میریم سری و همجور که گفتم تسلا میندازه و راحتی میتونه دفاع کنه ما با که پویزن هم زدیم اون تا برم برم کمکش میده این دیریل میزنه نمیخواست حتی فکر شد شاید یه دون دمیجو بزنه ولی اصولا لازم نبود دیریل بندازین و ما تونستیم حداقل اکسیرش رو بکشیم با این حرکتمون اینجا سب میکنیم دوباره دقت داشته باشید رویال گست تو دستش شما هم گوبلین توی دستمون نیست چون استفاده کردیم و اگر بخوایم واسه رویال گست بربر بر بزنیم خیلی عقب میفتیم یه دونه البته چون لابا ما تو دستمون نبود یه بودیم اوکی بود انداختیم که بربر بعدیمون اولوشن بشه و دقت داشته باشین من سب میکنم ای الکی کارتا نمیندازم الان که رویال گست انداخته لاوا سمت چپ دارین میندازه و ما زمینی متاسفانه تو دستمون نیست یه جورایی هم اگر بربره نگه داشته, بودم بهتر بود که متاسفانه توی دستمون نبود ما سعی میکنیم که بریم تاورش رو بگیریم سمت چپ لاوا یه دونه بالان و از وسط هم اسکل دراک ما باید توی حمله سعی کنیم تا رو بگیریم چون اگر نگیریم کارمون خیلی سخت میشه سریع یه دونه فریز و متاسفانه میزنه تاور رو میزنه بالونو و اینجا یه دونه تیر میزنیم هم اسکلتا بمیرن هم بوم تاور هم, هم به تاورش بالاخره دمجی بدیم که خوشبختانه تاورشو گرفتیم دقت داشته باشید اینجا اصلا نباید عجله کنید برای لاوا انداختن گوبلین یواش میندازیم الان به خاطر که گوبلینای خودمون توی زمینمونه لاوار میتونیم سمت راست بریم سب میکنیم اسکل دراگ میریم دقت داشته باشید بربر ننداختم چون حریف تو یه دستش بومبر بود شما باید همینا رو حواستون باشه سب میکنیم و یه دونه بالون از سمت راست و دقت داشته باشید اون رویال گست خیلی زیادی نمیده ولی به خاطر که دیریل انداخت من مجبور شدم گوبلینو بندازم خوشبختانه بالونم میره سمت راست لاوا و سمت تستای حریف نمیاد و یه دونه فیوریز هم میزنیم روی تاور از و تاورش میگیریم یه حقش بود که بی ام بشه بریم سراغ بتل بعد به همین راحتی تونستیم بزنیمش یه یعنی هم آدم هایی که دیگه باید بهش بگیم میگه این ورا نبینمت خب خوردیم به یه دونه چینی که دکش یکم عجب غریبه چینی کورایی نمیدونم هر جا که هست دکش یکم عجب غریبه به خاطر که اسنوبال داره و کارمون رو یکم سختن یکم که نه خیلی سختن میکنه با اسنوبال گارد رو انداخت کارتی لازم نیست بندازیم سب میکنیم که ببینیم کارت دیگه چیه سب میکنیم رو اون گوشه هاش پرشه یه دونه بالون میندازیم متاسفانه دم پول میندازه دیگه ما رو میدونه ولی ما دیگه اونو نمیدونست میگه بدیم ممتاور داره یا نه و کلا میشه گفت یه پان مثبتی واسه حریف داریشون ما به هر میخوریم که میخوریم دیگه اونو میدونه و یه جورایی میشه گفت متاسفانه یه جورایی هم خوشبختانه که ما با یک دونه ایو پلی میدیم و یه دونه و دادن توی تاپ 100 خب سخت قطعا خیلی سخته دو تا اولوشن هست چون چون اینگاه یه دونه پله از بقیه عقب یه جورایی به خاطر که تو یه دونه اولوشن ای اونا دو تا اولوشن و قدرتی کارت خب قوی تر میشه دو برابر میشه اینجا دقت داشته باشید راحت تونستیم دفاع کنیم و سب میکنیم که اکسیر اون پرش و دودن یه اکسیر هم ازش جلویم و حریف یکم واسهش خطری تره یه دون لاوارو میریم از سمت چپ گوشه گوشه گارد میره دوباره یواش این میخواد با گارد دفاع کنه ولی ما هم کارتی نداریم توی دستمون که بخوایم گاردش رو دفاع کنیم به خاطر که پنج اکسیر واقعا واسه یه دونه گارد زیاده بخوایم مصرف کنیم توی بتل قبلی هم گفته بودم یه دونه بالون رو میندازیم با اسکلل دراگ اولش میدیم سمت چپ و خوشبختانه سمت بوم تاور نمیاد و سری فریزمون آماده بشه ما فریزو میزنیم که بالون سری تاور رو بزنه و یه جورایی مساوی بشیم به خاطر که اگر نزده بودیم خب عقب میافتادیم و اوضاع خیلی خراب میشد بعضی وقتا دیگه بعد ریسکو کرد خوشبختانه حالا یه کمیکسی اکسی رقم این مشکل نیست دقت داشته باشید والبرگر ایولوشن تو دستش یه رویار تو دستش و گلن یکم سخت سری یه, سر یه دونه بر بر میندازیم ما سعی میکنیم این 600 دمیج رو بیشتر چیز کنیم دفاع کنیم و اینا حواسمون باشه و یه دونه اسنوبال میزنه روی این فنو ما فریز میزنیم هم اسکلتا بمیرن هم, هم نایتش دمیج اضافی نزنه به تاور یه دونه گوگلین میندازیم واسه والبرکر سب میکنیم اینجا ببینیم که حریف حمله میکنه یا نه یه دون لابا از وسط شما باید دقت داشته باشید حمله کنید دیگه چون حمله نکنید باختید یه دونه بربر میندازیم سمت راست روی گرویارد خوشبختانه الان خوشبختانه میشه گفت اسنوبال میزنه و بربرا پخشتر میشن و به راحتی میتونیم دفاع کنیم و این هم از این بتل یه دونه تیر میزنیم سمت چپ یه دونه گوگلین هم سمت راست روی گرویارد و تمام دوستان عزیز ایشالله که ویدیو خوشتون اومده باشه لایک ساب کنون فراموش نشه تا ویدیو بعد یا حق